نون دورنگ از جمله نونهای خوشمزه‌ای هست که حتما باید امتحان کنید. من به روش کروسان پیچیدم. شما به هر روشی که دوست داشته باشید میتونید این نون رو بپیچید. بافت فوق‌العاده نرم و پنبه‌ای داره. وقتی بازش میکنین دقیقا طبق فیلم بافت جذابی داره. تا آخر ویدیو همراه هم باش تا یه نون دورنگ فوق‌العاده خوشمزه رو با هم درست کنیم. سلام، به کانال من خوش آمدید. ممنون میشم این ویدیو رو دوست داشتین، کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو روشن کنید تا ویدیوهایی که میذارم براتون نمایش داده بشه. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. برای درست کردن یه نون پنبه‌ای برای این مدل احتیاج داریم به دو تا خمیر. خمیر شکلاتی، خمیر ساده. نمیتونید یه خمیر رو درست بکنید، دو قسمت بکنید، یک قسمت رو پودر کاکائو اضافه کنید. چون میزان مواد با هم فرق داره. میزان آرد با هم فرق میکنه. اول خمیر شکلاتی رو درست میکنیم. خمیر مایه و شیر و شکر رو کمی با هم زنه دستی میزنیم، پودر کاکائو اضافه میکنیم و بعد هم آرد و نمک رو اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. کمی که جمع شد کره رو اضافه میکنیم. کرهتون حتما به دمای محیط رسیده باشه. بعد خمیر رو میذاریم روی سطح کارمون. اگر خمیرتون خیلی شل هست، یک کوچولو آرد فقط در حد اینکه بتونیم خمیر رو جمع بکنیم بهش اضافه میکنیم. شروع میکنیم به ورز دادن، ضربه زدن تا خمیرمون جمع بشه. خمیر شکلاتیمون شلتر از خمیر سفیدمون هست. پس بیشتر ورز بدین تا یه خمیر خیلی نرمی داشته باشید. در آخر یه کوچولو میتونید دستتون رو جمع بکنید، خمیرتون رو جمع بکنید. ظرفی که میخواین خمیر رو استراحت بدین، کمی چرب بکنید، خمیر رو بذارین داخلش، روش رو بکشین، بذارین برای استراحت یک ساعته. بعد از اون میریم سراغ خمیر دوممون، خمیر ساده. شیر، شکر، خمیر مایه. کمی با همزنه دستی میزنیم و آرد رو بهش اضافه میکنیم. برای طعم‌دهی بهتر از زست پرتقال استفاده می‌کنیم که پوست یه دونه پرتقال کافی هست. کامل که رنده کردین، مواد رو با هم ترکیب می‌کنیم. جمع که شد، کره رو اضافه می‌کنیم. بعد می‌ذاریم روی میز کارمون، ورز می‌دیم، ضربه می‌زنیم تا یه خمیر نرمی داشته باشیم. قبلا آموزش یک مدل نون دورنگ دیگه توی کانال گذاشتم. اون نون هم فوق‌العاده جذاب و خوشمزه است. لینکش رو بالا میذارم، میتونید بزنید روش، ببینید و درست کنید. مقدار موادی که برای خمیر شکلاتی و خمیر ساده توی دیسکریپشن براتون می‌نویسم به طور کامل باید استفاده بشه. یعنی هم مقدار آرد، هم مقدار مایتون. اول شیر رو به طور کامل می‌ریزید و آرد رو هم به طور کامل. اما اگر آبخور بودن آردتون کم باشه یا زیاد باشه، اگر خمیرتون خیلی شل بود، یک کوچولو آرد بهش اضافه می‌کنید و اگر خیلی سفت بود که نتونستین طبق فیلم به راحتی ورزش بدین، یک کوچولو شیر میتونید استفاده کنید که حتما مایتون سرد باشه. و دقیقا طبق فیلم ورز بدین. خمیرتون که جمع شد توی ظرفی بذارین که یک کوچولو چرب کردین، روش رو بکشین و بذارین برای استراحت یک ساعته. چون خمیر شکلاتی رو اول درست کردیم و گذاشتیم برای استراحت،
اول برای باز کردنش استفاده میکنیم. کمی روی سطح کارمون رو آرد پاشی میکنیم، خمیر شکلاتیمون رو میذاریم، یک کوچولو پفش رو میگیریم و شروع میکنیم به باز کردن با وردنه. حتما برای باز کردنش از آرد استفاده کنید، هم روی سطح کارتون هم روی خمیر، و به شکل گرد باز میکنید، میذارین کنار. خمیرتون نباید خیلی نازک باشه، خیلی کلفت هم نباشه. گرد که باز کردین میذارین کنار. خمیر سادتون رو دقیقا مثل خمیر شکلاتی باز میکنید. تا اینجای ویدیو اگه خوشتون اومده ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو روشن کنید تا ویدیوهایی که میذارم براتون نمایش داده بشه، لایک کنید، کامنت بذارید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. خمیر سادتون که کامل باز کردین، خمیر شکلاتی رو میذارین روی خمیر سادتون و طبق فیلم دور تا دورش رو کامل فیکس میکنین، یعنی هر دو به اندازه هم باشه، و بعد شروع میکنید به برش دادن. برش دادنش دیگه سلیقه‌ای هست، میتونید 4 تا برش بدید، 8 تا یا بیشتر برش بدین و شروع کنید به پیچیدن. اگر که خواستین به همین روش مثل من کار کنید، اگر که دوست داشتین مدلای دیگه یا به صورت گیس بافت هم میتونید این نون رو درست بکنید که فوق‌العاده جذاب میشه. این نون رو من به همین سادگی پیچیدم به روش کروسان، یا اینکه میتونید سرش رو برش بدین دقیقاً طبق فیلم و بعد هم بپیچین. اگر خواستین داخلش از شکلات استفاده کنید، از شکلات نسوز باید استفاده کنید، و گذاشتن شکلات هم دقیقاً مثل کروسان که قبلاً آموزشش رو گذاشتم، میتونید توی اون آموزش ببینید شکلات رو دقیقاً کجا میذاریم و میپیچیم. من تمام کروسان ها رو به همین روش پیچیدم. وقتی توی سینی فر میذارید، سینیتون یک کوچولو چرب شده باشه و اون قسمتی که میپیچیم، یعنی اون آخرین پیچش کروسانمون، حتما باید روی سطح سینی باشه. اگر به طرف بالا باشه، موقع حجم گرفتن خمیرتون باز میشه. من 4 تا از برش هامو از طرف سفید پیچیدم، 4 تا برش رو از طرف شکلاتی میپیچم. شما هر جور که دوست داشته باشید بپیچید و بعد روش رو بکشین، بذارین برای استراحت. حدوداً 40 تا 50 دقیقه کافی هست. بعد از اینکه کامل نونهاتون حجم گرفت، میتونید روش رو رومال زرده، روغن و کمی آب یا شیر با هم مخلوط کنید و رومال بزنید، بذارید تو فر 180 حدود 20 دقیقه، 15 تا 20 دقیقه. بعد بیاریم بیرون. کامل که سرد شد، میتونید روش رو با پودر قند تزئین کنید، سرو کنید، نوشه جان کنید. سپاسگزارم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. این ویدیو رو دوست داشتین با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنونم. خدا نگهدار.